چهار کشور عمده صادرکننده نفت توافق کردند تولید خود را بیش از این افزایش ندهند. وزرای نفت عربستان سعودی، روسیه، ونزوئلا و قطر در دوحه تصمیم گرفتند تولیدشان را در حد تولید ماه ژانویه نگه دارند. قیمت نفت در پی اعلام این دیدار تا 35 دلار بالا رفت. این وزرا میگویند قرار است ایران و عراق را هم متقاعد کنند که به این تصمیم بپیوندند. امیر پایور موضوع دنبال کرده اینجا با ماست امیر به نظر میاد که این جلسه این جلسه چهار کشور در بطن خودش اهمیت ویژه‌ای داره در مورد این اهمیت اول برای ما توضیح میدی کاملا درسته یکیش این است که عربستان یک چرخش عمده در سیاست خودش داشته نه کاملا 180 درجه ولی یک چرخش مهم چرا میگم 180 درجه نه به خاطر اینکه الان بر کاهش تولید توافق نکردن بر ثابت نگهش داشتن تولید در حد اونچه که در ماه قبل تولید میکردن این چهار کشور توافق کردن اما این خودش باز مهمه به خاطر اینکه عربستان تا الان سیاستش این بود که تا اونجایی که میشه تولید بکنه هم سهمش رو در بازار افزایش بده هم به این واسطه قیمت نفت رو انقدر پایین بیاره که تولید کنندگان آمریکایی که هزینه تولیدشون بالاست از مدار تولید خارجشان که بعضی هم شدن تولید نفت تولید بزی... شل نکته بسیار مهم دیگر دوم این است که روسیه رو ما در این جمع میبینیم یک کشور غیر اوپک این اولین بار در 17 سال اخیره که اعضای اوپک با یک کشور عمده غیر اوپک با هم میشینن یک به یک مم. اجماعی میرسه همه اعضای اوپک نه فقط این ستایی که دیدیم دفعه قبلی که اتفاق افتاد 1999 با مکزیک به همین شکل یکی از تولید کنندگان اون موقع عمده به خاطر تنظیم بازار اوپک نشست هماهنگ کرد تا الان هم عربستان میگفت که رضایت نخواهد داد به هیچ نوع تغییر سیاست در مورد تولید مگر اینکه سایر تولید کنندگان بزرگ غیر اوپک هم بیان همه هماهنگ بشن روسیه آمده آمریکا جزش نیست چرا چون آمریکا یک سیاست مرکزی واحد توسط یک وزارت نفت و که از بالا اعمال بکنه در واقع سیاست در مورد تولید نداره یه سوی تولید کنندگان پخش و پراکنده هر کسی بازار آزاد هر که برخوش تولید میکنه برای آمریکایی که بذاری کنار دومین تولید کننده بزرگ بیرون اوپک که روسیه هست اومده با این سیاست در واقع همه شده اما مسئله اصلی داخل اوپک اینطور نیست مثلا ایران و عربستان رسما با هم دعوا دارن سر این موضوع هیچ کوتاه هم نمیان و ایران گفته بود که قصد داره که تولیدش افزایش بده به سطحی برسونه که قبل از تحریم ها بوده کاملا درسته این تصمیم در این نقطه برای ایران خیلی چیز عجیبه و سخته با خاطر اینکه ایران تازه تحریماش برداشته شده و تازه داره تولیدش میبره بالا و اینا الان در این نقطه یه دفعه تصمیم گرفتن که نه حالا ما تولیدمون در این صد نگه داریم. دو تا سیگنال از ایران آمده یکی یکی از مقام های دولتی ایران گفته بود که حاضر ایران تولید خودش رو به گام به گام افزایش بده نه یک باره برسونه به اون یک میلیون افزایش یک سیگنال دیگه که امروز رویترز از یک منبع بدون نام گفته گفته که ایران حاضره وقتی این سیاست اعمال بکنه که به سطح تولید خودش قبل از تحریم ها برسه یعنی چی؟ یعنی همون اضافه کردن همون یک میلیونی که 400 هزار بشکش الان اضافه شده اگر سیاست اون باشه باید ببینیم اون چه که توافق میکنن با این چهار وزی این است که ایران برسه صادراتش به 2.5 میلیون و بعد متوقف بکنه یا نه یا یعنی اینکه از همین نقطه ایران در واقع با اینها مخالف خواهد زد طبیعی هم هست چون ایران داره میگه که من باید من به خاطر تحریم ها از این بازار حذف شدم بعد کسی دیگه آمده جای ما رو گرفته حالا که ما میخوایم برگردیم میگن که نه همه تولید خودشون رو متوقف کنن این چیزی که در طول روزهای آینده مشخص خواهد شد وزیر نفت و فردا در تهران با مقام های ایران در همین بار مذاکره خواهد با کرد مچک امیر. امیر